خیانتم آشکار شده، حتمی و قطعی شد. اما چرا با هم موندن؟ یک، طرف اول نمیخواد الان تو این جدال و مسابقه یا جنگی که هست بازنده باشه. یعنی شما اگر الان از زندگی برید بیرون، در حقیقت به ایشون گفتید او برد، یا اون خانم فکر میکنه برد، همسرتون رو میبره. نه خب اینجوری نیست. عزیز من، عزیز من، نه حالا باید میخواید شعار بدید یه قصه دیگه است. شما الان به من ببینید، اینجاست که غیر واقع. شما من میگید من میخوام ببینم چرا، من دارم به شما میگم چرا. همین الان واکنش شما 100% به من نشون میده شما نمیخواید ایشون رو ببازید. برای که کارم عزیز، حالا یک کسی رفته، حتی برمیگرده میگه من با اون یه تجربیات خوب و خوشی داشتم، اگر صحبتش شنیدید، هر زنی که بود اصلا دیگه از این حرفا نمیزد. من هنوز به ایشون احساس دارم. من اصلا نفهمیدم تو حالا ممکنه من بگید یه گلابی گندیده کجا هنوز شما علاقمندید دارید بخوریدش؟ این شما پرابری صبر کنید عزیز. شما من میگید چرا؟ میگم من به شما میتونم بگم چرا. من نمیگم شما این گونه، جواب منم ندید. شما ببینید کدامش به شما میخوره. یک، من نمیخوام بازنده باشم، برای که اون وقت اون میره و من باختم، دوتاییشون میرن به ریش من که البته خوشبختانه شما ندارید میخن. دوم، من میخوام این آدم رو برگردونم که اون آدم رو و این آدم هر دو رو ببازونم. برای من الان بردن خودم مطلب نیست، این که اونا ببازن برای من مطلب. دلیل دیگه، من میخوام این آدم رو بیارم تتوی قضیه رو در بیارم، بفهمم چرا، به چه دلیل، چگونه بود، چند اندازه بود، چه کردن، چه نکردن. الان برای من یه ماجرایی است که کنجکاوی من و میل من به این که چه داینامیک و پویایی تو اون سیستم و مجموعه بود، اصلا برای من هیجان آور و جالب هر اندازه وقتی سوال میکنم و میفهمم اذیتم. مورد بعد، میخوام بیارمش که او رو تمومش کنم، ولی بعدن هر وقت خودم دلم خواست که دلیل و بهانه دارم ترکش کنم و برم. من برش میگردونم تا اینکه خودم رو آماده کنم برای جدایی تا برم. من برش میگردونم تا ازش یه انتقامی بگیرم و ای بسا من هم بهش خیانت کنم یا یه بلای سرش بیارم که او تو این ماجرا بازنده و پشیمون بشه. من برش میگردونم به خاطر اینکه بعد از اینکه آمد بهش نشون بدم که از این به بعد او در اختیار منه. هر حرفی که زد، من اون شمشیر رو بالای سرش نگه داشتم که اگر قبلا میگفتیم بریم ایران، میگفت نه، حالا میگم باید بریم. تو کسی هستی که با من چنین کردی، پس باشو بریم. مخصوصا وقتی اون آدم میگه من پشیمونم، برگشتم اون آدمو گشتم کنار، من حالا انتظار جبران دارم. من نگرش میدارم تا اینکه به موقع خودم همه چیز رو آماده کنم، اون زمانی که میخوام ترکش کنم. همه اینا میتونه مسئله باشه، حتی این مسئله میتونه مسئله مالی مرتبط باشه. من موارد داشتم عزیز که طرف برگشته گفته میمونم برای که 38 سالمه، منم دلم بچه میخوام، بذار از این یه بچه داشته باشم، مثلا وضع مالیش هم خوبه، بعد از اینکه بچه‌مو آوردم ازش جدا میشم، بعد از اون هم بچه‌مو دارم، هم پول او مجبوره به من و به بچه بده، منم که نمیخوام ازدواج کنم، برام این تا آخر عمر، با توجه به اینکه ازدواج ما مثلا بیشتر از 10 سال بوده، تا آخر عمر من باید هزینه منو بده، منو بچه‌م هم میریم خوش، من میرم خوشگذرونی، بچه‌م هم بزرگ میکنم، بچه‌م هم دارم، اونم مسئولیتشو داره تا بفهمه با من چه کرده. ضمناً من که اصلا خودم هم بهش علاقه ای نداشتم، چه بهتر که رفت، ولی حداقل اینجا من طلبکار شدم و نه او، و اوست که گرفتار من. برام این ما دلایل اونو داریم عزیز، یعنی بسیاری از اوقات میتونه خیلی چیزای دیگه باشه. بنابراین وقتی شما برمیگردید با یه حرف عجیب و غریبی که من هنوز به ایشون احساس دارم، چون ایشون که بگفت همونجا من تعجب کردم، احساس دارم، من میگم نه احساسی ندارید، شما یک درگیری دارید. و بسیاری از اوقات هم در کوتاه مدت چنینه، یه ما دو ماه بعد اصلا خودتون هم تعجب می‌کنید من به چی احساس دارم. از همینا گذشته، خدمت ایشون هم عرض کردم، بعض وقتا واقعا کردم به خودم، من عقل و منطقم آقای دکتر میگه این زندگی تموم، ولی نمیدونم با خودم یه درگیری دارم اصلا. آخه عزیزم باز ببینید، شما یه حکمای صادر می‌کنید، اصلا چیزی به اسم این که عقل و منطق یه جاست، احساس یه جای دیگه است، ما نداریم. همه اینا یه مرکز داره. حرف عبارت از اینه که من میدونم نباید این شیرینی رو بخورم چون بیماری دارم، اما شیرینی لذت بخشه، بیماری من هم
با این خیلی فرقی نمیکنه، تازه بکنه حاضرم این شیرینی رو بخورم ولی این خطر رو قبول کنم. تو این محاسبات